سرخط خبرها. بدون آن که آمریکا از تحریم‌ها دست بردارد و خط بکشه روی این مسیر غلطی که انتخاب کرده، ما شاهد هیچ تحول مثبتی نخواهیم بود. توپ مذاکره در زمین آمریکا. روحانی میگوید ترامپ تحریم‌ها را لغو کند تا دیدار کنیم. باز هم تغییر و تحول در پرسپولیس. محمد حسن انصاری فرد دوباره مدیر عامل شد. تلاش احزاب مخالف در بریتانیا برای جلوگیری از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا. میگویند راه حل یا تصویب قانون جدید است یا رأی عدم اعتماد به نخست وزیر. بزن و برقص برای بالای 65 ساله ها. راه حل سئول برای مبارزه با تنهایی و اختلال حافظه در سالمندان. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. رئیس جمهوری ایران گفته اگر دونالد ترامپ می‌خواهد با او دیدار کند، اول باید از تحریم‌های به گفته او ظالمانه دست بردارد. دیروز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت که شرایط برای دیدار حسن روحانی و دونالد ترامپ مهیا است. رئیس جمهوری آمریکا هم گفت اگر شرایط مساعد باشد، آماده دیدار با آقای روحانی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم به این سخنان واکنش نشان داده و گفته ملاقات آقای روحانی و دونالد ترامپ غیر قابل تصور است. ژیار گل گزارش می‌دهد. به یک جلسه بروم، با کسی ملاقات کنم و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد. دیروز گفت برای منافع ملی ایران حاضر است با هر کسی ملاقات کند. جمهور رو همراهی بفرمایید. اما امروز میگوید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار نخواهد کرد. اینکه یک کسی بخواد با حسن روحانی عکس بگیره، این کار امکان پذیر نیست. این موضع حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بوده. یک روزی از تمام تحریم‌های ظالمانه‌شون دست بردارن، به حقوق ملت ایران احترام بگذارند، لازم باشه با کسی حرف میزنیم، لازم باشه در جایی بیستیم دفاع کنیم، دفاع میکنیم. روز یکشنبه وزیر خارجه ایران به محل برگزاری نشست سران گروه 7 در فرانسه رفت. به دنبال آن دیروز امانوئل مکرون در کنار دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری از توافق آنان برای دیدار حسن روحانی برای جمهور آمریکا ظرف چند هفته آینده خبر داد. بسیاری این تلاش امانوئل مکرون برای ملاقات رؤسای جمهور ایران و آمریکا را قمار خواندند. نه، قمار نبود. فکر کنم فرانسه باید این تلاش ها را بکنه. ما نتونستیم در تمام موضوعات مربوط به ایران به توافق برسیم، اما تلاش کردیم به یک تصمیم غیر منتظره در رابطه با بحران ایران در گروه 7 برسیم. اما وزیر خارجه ایران هدف سفرش به محل نشست گروه 7 را گفتگو درباره حفظ برجام خواند، نه دیدار با آمریکایی ها. مسئولین فرانسوی با مسئولین آمریکایی چه گفتگوهایی داشتن ارتباط پیدا میکنه به خود اونها. ما گفتیم که در سفر من رسما اعلام کردیم که دیدار با مقامات آمریکایی انجام نخواهد شد. همینطور گفتیم که دیداری با بین رئیس جمهور ایران و آقای ترامپ قابل تصور نیست تا زمانی که آمریکا به جمع پنج به اضافه یک به پیونده و برجام رو اجرا کنه. در اون زمان هم گفتگوی دو جانبه نخواهیم داشت. توانمند شدیم، ثروتمند شدیم. سوالای زیادی درباره گفته‌های متناقض دیروز و امروز حسن روحانی و امیدواری رئیس جمهوری فرانسه مطرح شده. آیت الله علی خامنه‌ای بارها گفته که ایران دیگر با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. آیا حسن روحانی زیر فشار تندروهای نزدیک به رهبر ایران عقب نشینی کرده؟
یا رئیس جمهور فرانسه به اشتباه فکر کرده آقای روحانی حاضر به ملاقات با دونالد ترامپ است. ژیار گل، بی بی سی. فرهاد گوهردانی تحلیلگر مسائل ایران از یورک در شمال بریتانیا با ماست. آقای گوهردانی، دیروز آقای روحانی گفته بودش که به خاطر مردم حاضر با هر کسی دیدار کنه. چی شد که امروز حرفش رو عوض کرد؟ اون موضعی که آقای روحانی گرفت به صورت کلی بود که تمایل خودش رو به مذاکره اعلام کنه، ولی شرط و شروطش رو اونجا اعلام نکرده بود. در امروز این شرط و شروط رو به طور دقیق اعلام کرد که با این شرط و شروط که بازگشت آمریکاست به برجام حاضر به مذاکره خواهد. ولی به نظر نمیرسه که این شرط و شروطی باشه که آمریکا مورد نظرش بوده. آیا حرفایی که دیروز مطرح شد این که مذاکره به نظر شرایطش مهیاست و ممکنه تا چند هفته دیگه دیداری صورت بگیره بدون در نظر گرفتن موضع ایران بوده یا موضع ایران تغییر کرده؟ اینجا یه مثلثی وجود داره که یه ذلش اروپا هست، یه ذلش ترامپ هست و یه ذلش ایران. به نظر من این ماجرا منافع عمده از آن اروپا هست. یعنی اروپا به شدت هراسانه که ایران از برجام صورت گام به گام عقب نشینی بکنه و کل اون فواید برجام که تنش‌های منطقه‌ای رو کاهش میداد از بین بره و بعد بحران‌های منطقه‌ای ایجاد بشه و بحران مهاجرت برای اروپا. پس بنابراین اینجا به نفع اروپا و مکرون بود که روی ملاقات روحانی و ترامپ تاکید بکنه، در حالی که خود ترامپ چندان تمایلی نداشت چون اون سه خواست اصلی که از ایران داشت بهش نزدیک نبود. ولی دیروز به نظر این تمایل کاملا مشهود بود و اینکه این تصور ایجاد شده بودش که به هر حال در صحبت‌های محرمانه‌ای که داشتن با هم دیگه، در دیدارهایی که داشتن، در دیدار آقای ظریف برای دومین بار در دو روز در فرانسه، به نظر می‌رسید که به یک تفاهمی دست پیدا کردن. نه، اون چیزی که گفته می‌شد که ایران قادر باشه که تا 700 هزار بشکه نفت صادر بکنه و تعلیق در مقابل تعلیق بخشی از تعلیق ها در مسئله عقب نشینی از برجام صورت بگیره، این کفایت نمی کرد که آقای خامنه ای و اصولگرایان در سیستم رو اقناع بکنه. و ایران هم الان در موضع قدرت هست در منطقه، چون یه ثبات اقتصادی کم و بیش پیدا کرده و اعتبار و منزلتش به لحاظ دفاعی هم در منطقه افزایش پیدا کرده. بنابراین هیچ دلیلی نمی بینه که با این امتیازات کمی که از غرب می گیره وارد مذاکره مستقیم با ترامپ بشه. ولی ایران از نظر اقتصادی به شدت تحت فشار و بارها گفته که ما باید نفتمون رو بتونیم بفروشیم. درسته، ولی یه نوع ثبات اقتصادی و مسئله بحران ارزی حل شده و ایران در حتی در بلند مدت آقای لاریجانی گفته که این ممکنه ما کمک کنه که ما به اقتصاد منهای نفت، اقتصاد بدون نفت برسیم. یعنی یکی از فواید غیر مستقیم این فشارهای حداکثری ترامپ این باشه که ما بتونیم از وابستگی به نفت آزاد بشیم. و روابط ایران هم با 15 کشور منطقه باعث شده کم و بیش ایران راهکار خودش رو کم و بیش پیدا کنه. در این هم در احتیاج داره به یه فضای بلند مدت. بنابراین ایران الان خودش رو تحت فشار شدید برای دادن امتیاز به غرب احساس نمی‌کنه، در حالی که ترامپ هیچ توفیقی نداشته در مسئله با چین و اقتصاد جهانی با بحران مواجه میشه و غرب هم اروپا هم با بحران‌های عدیده مواجه هست، از جمله رکود در اقتصاد آلمان به مسئله برجام. بنابراین نیاز داره که مسئله تنش‌های با ایران رو کاهش بده. بنابراین ایران در اینجا کمترین نیاز رو الان در موقعیت فعلی در یه سیکل بعدی ممکنه ایران دوباره مثلا اگر یک تحول، یعنی به نظر شما آمریکا بیشتر از ایران الان به این دیدار احتیاج داره؟ به نظر من بله، برای اینکه ترامپ هیچ موافقتی در رابطه با چین نداشته، احتیاج داره به همون عکس‌های یادگاری با ایران که خودش رو به عنوان یک سیاستمدار جهانی موفق جا بزنه. ممنونم فرهاد گوهردانی تحلیلگر مسائل ایران از یورک. بعضی از مخاطبان بی بی سی فارسی نظراتشون رو درباره احتمال دیدار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا برای ما فرستادن. در ارتباط با صحبت‌های اخیر آقای روحانی که برای مذاکره با ترامپ در هفته‌های پیش رو پیش شرط حذف تحریم‌های نفتی رو اعلام کردن، باید بگم که تعیین هر گونه پیش شرطی به نظر من اساساً کار اشتباهی هستش. من معتقدم که جمهوری اسلامی تا قبل از انتخابات 2020 آمریکا تنها برای مذاکره کردن با در واقع دولت ترامپ در واقع فرصت داره.
و اگر این فرصت رو از دست بده، احتمال اینکه آمریکایی‌ها گزینه نظامی ولو به صورت محدود رو فعال بکنن در واقع خیلی در واقع محتمل هست. درباره احتمال دیدار آقای ترامپ و حسن روحانی باید بگم که احتمالش هست جام زهری نوشیده بشه و قطعاً عوایدی نداره. یک دیداری مشابه دیدار آقای ترامپ و رهبر کره شمالی بسیار فرسایشی چند ماهه یا حتی چند ساله برای استمرار جمهوری اسلامی ایرانه. هدف آقای ترامپ به دست آوردن یک آرای جمعی برای انتخابات 2020 پیش رو هست که در یک قاب بتونه به مردم کشور خودش بفهمونه که من در یک قاب با دست دادن آقای کیم و همچنین با دست دادن با آقای پرزیدنت روحانی نه جنگ کردیم و از طریق مذاکره و گفتگو و دیپلماسی سعی کردیم مشکلات اساسی به عنوان مثال 70 ساله با کره شمالی یا 40 ساله با جمهوری اسلامی رو بتونیم حل بکنیم. مذاکره با آمریکا معنی دقیقش اینه که جمهوری اسلامی نابود بشه و فرو بپاشه، چون که اگر این اتفاق بیفته مردم خب یه چیز بیشتری میخوان، یه چیز بیشتری میخوان، یه چیز بیشتری میخوان، هی همینجوری میره جلو میره جلو میره جلو و چیزی به اسم جمهوری اسلامی باقی نمیمونه. نظرات بعضی از مخاطبان بی بی سی بود. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته نگهداری زندانی ها در چارچوب قانون اساسی است و اگر آنها شکایت و ادعایی داشته باشند به آن رسیدگی خواهد شد. حرفای آقای اسماعیلی در واکنش به انتشار یک پیام صوتی از نوشین جعفری در شبکه‌های اجتماعی است. این عکاس سینما تئاتر بیش از 2 هفته است که زندانی است. خانم جعفری در این پیام که برای شیوا نظرآهاری فعال مدنی ارسال کرده میگوید تحت فشار بازجوها قرار دارد تا گذرواژه یک حساب توییتری را که به او منصوب کرده اند به آنها بدهد. غلام حسین اسماعیلی همچنین گفته اگر مازیار ابراهیمی شکایتی از ضابطان قوه قضاییه داشته باشد به آن رسیدگی خواهد شد. مازیار ابراهیمی به اتهام ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت شده بود. او اخیراً به بی بی سی فارسی گفته برای اعترافات ساختگی تحت شکنجه و فشار ماموران وزارت اطلاعات ایران بوده و دستگاه قضایی هم علیه او پرونده سازی کرده بود. جلسه محاکمه مراد تاهباز از بازداشت شدگان پرونده فعالان محیط زیست در ایران که قرار بود امروز برگزار شود لغو شد. قوه قضاییه ایران توضیحی در این باره نداده. این دادگاه قرار بود بعد از 6 ماه وقفه برپا شود. همکارم سیاوش اردلان این خبر رو دنبال کرده. سیاوش، دلیل لغو دوباره این جلسه چی بوده؟ هیچ توضیحی ندادن. خانواده ها امروز رفتن به هوای اینکه پیرو صحبتایی که دیروز وکیل یکی از بازداشت شده‌ها داشت که اعلام کرد امروز جلسه بعدی محاکمه است، رفتن و گفتن که امروز جلسه نداریم و اونها برگشتن به خونه‌شون بعد از 6 ماه وقفه. 2 جلسه قبلا داشتیم، سال گذشته اسفند ماه بعد از نزدیک به 1.5 سال بازداشت پرویز محیطی‌ها که این 2 جلسه برگزار شد. در جلسه آخرش یکی از متهمین به اسم نیلوفر بیانی یک دفعه وسط جلسه بلند شد، طبق اونجوری که وکلا و شاهدان عینی گفتند، هرچند دادگاه غیر علنی بود، گفتند که اگه به شما هم آمپول تزریق میکردن هر چی میخواستین اعتراف میکردید، که این نشون میداد این بازداشتی ها زیر فشار روحی و جسمانی قرار دارند. بعد از اون دیگه دادگاه تموم شد، هرچند که گفته بودن که دادگاه فروردین اردیبهشت از سر گرفته خواهد شد و تکلیف پرونده معلوم میشه. وزیر اطلاعات، سازمان محیط زیست، همه اینها گفته بودند و انتظار داشتن که پرونده رو زودتر جمع بکنن. حالا دوباره بعد از 6 ماه وقفه گفتن که دادگاه برگزار میشه، این دفعه وسط این انتظارات دوباره لغوش رو اعلام کردن. چطور شد؟ چی شد که اینطور شد؟ نمیدونیم، اصلا دلیلش خودشون توضیح ندادن، شاید یه دلایل فنی داره، ولی اون چه که خیلی از ناظران صحبت میکنن اینو در پس زمینه اختلافاتی میدونن که بین اطلاعات سپاه که اینها رو دستگیر کرده و وزارت اطلاعات و دیگر ارگانهای دولتی وجود داره. اطلاعات سپاه از همون اول که اینها رو دستگیر کرد، در همون هفته اول که در همون جریان یادتون باشه کاووس سید امامی خودکشی کرد، در همون زمان یک سری اتهاماتی از طریق صدا و سیما و طریق قوه قضاییه قبل از اینکه دادگاهی تشکیل بشه رسما اعلام کرد. نه فقط که اینها رفتن که از پایگاه حساس موشکی به اسم مثلا فیلمبرداری از یوسف پلنگ فیلم بگیرن، گفتن که اینها حتی
رفتن تلاش کردن که در ایران قحطی به وجود بیارن، سیاست‌های کشاورزی ایران رو عوض بکنن، اتهاماتی که گاهی متناقض هم بودن. برای همین خیلی الان معتقدن، مخصوصا با توجه به اینکه وزیر اطلاعات، سازمان محیط زیست، دیگر ارکان‌های حکومت در دولت گفتن که اینها جاسوس نیستن، این اتهامات اشتباه است، اتهام جاسوسی، اتهام فساد فی الارض، اطلاعات سپاه در این موقعیت قرار گرفت که اگه واقعا بخواد چنین سناریویی رو پیش ببره، یعنی اونجوری که خودش میخواد بگه اینا جاسوس هستن، مفسد فی الارض هستن، چه بسا اینها رو اعدام بکنه، هزینه زیادی خواهد داد. هزینه‌ای که با توجه به ادله‌ای که در دست داره بعد از 580 روز بازجویی و حبس انفرادی نتونست اینها رو به درستی عرضه بکنه، شاید افکار عمومی رو نتونه قانع کنه، هزینه‌های سنگین داره. از همین جهت این تعویق‌ها و لغو شدن‌ها رو خیلی‌ها نسبت میدن به این ماجرا. ممنونم از سیاوش اردلان اینجا با ما. محمد حسن انصاری فرد به عنوان مدیر عامل پرسپولیس انتخاب شد. این دومین بار است که او این سمت را به عهده می‌گیرد. او بازیکن سابق پرسپولیس است و برای تیم ملی هم بازی کرده. آقای انصاری فرد جایگزین ایرج عرب می‌شود که از مدیر عاملی پرسپولیس استعفا داد. با اینکه بارها از خصوصی سازی تیم‌های پرسپولیس و استقلال در فوتبال ایران صحبت شده، این دو تیم همچنان زیر نظر دولت و وزارت ورزش اداره می‌شوند. سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی از استانبول ترکیه با ماست. به نظر شما دلیل اینکه دوباره مدیر عامل پرسپولیس عوض شد چیه؟ ببینید، ما همونطور که شما خودتون هم گفتین در ایران به نوعی باشگاه خصوصی نداریم و تمام باشگاه‌ها به شکل دولتی هستن و اگر به روند، یعنی در واقع به عمر مدیریت مدیران در باشگاه‌ها نگاه بکنیم، به خصوص باشگاه‌های پرهواداری مثل استقلال و پرسپولیس، به ندرت و به زحمت به 2 سال میرسه. در این مورد خب آیتم‌های متعددی وجود داره. به هر حال فوتبال یک ورزش بسیار پرهوادار هست و استقلال و پرسپولیس هم در ایران بسیار پرهوادار هستند و خب وقتی با چنین باشگاه‌های مواجه میشیم، اصولاً نگاه امنیتی و دستگاه‌های امنیتی به مدیران این دو باشگاه بسیار زیاد هستش و این یکی از دلایل هستش که حالا به نوعی برای به طور مثال عدم محبوبیت اونها و یا بعضن مشکلات مالی و یا در مورد آخر که مثلا در مورد آقای ایرج عرب هست، بحث‌های مثل نارضایتی هواداران وجود داره که باعث میشه که مدیران عامل این باشگاه‌ها عمرشون، عمر مدیریتشون در واقع به نهایتاً به 2 سال برسه. به هواداران شما اشاره کردید، الان درباره مدیر عامل جدید هواداران چطور فکر میکنن؟ ببینید، در مورد آقای انصاری فرد 2 نگاه وجود داره. یک، خاطرات خوشی هستش که بعضی از هواداران دارن در مورد آقای انصاری فرد که معتقد هستن در دوره مدیریت ایشون آریهان و مصطفی دنیزلی به ایران اومدن یا مثلا بازی دوستانه با بایر مونیخ برگزار شد. عده‌ای هم معتقد هستند که انصاری فرد در دوره مدیریتش ضربات مالی سنگینی به باشگاه زده، بازیکنان در واقع ضعیفی رو جذب کرده که بعداً اون بازیکن‌ها و اون مربی‌ها شکایت کردن از باشگاه و نتونسته که در واقع از این نظر برای برخی از هوادارا خاطرات خوشی از خودش به جا بگذاره. اما یکی از مهمترین دلایلی که شاید آقای انصاری فرد الان به باشگاه پرسپولیس اومدن، همون بحث جدایی پرحاشیه ایشون از فدراسیون فوتبال هست. به هر حال آقای ساکت با حکم آقای تاج جای به کمیته فنی فوتسال ورود کردن و آقای انصاری فر هم خب به نشانه اعتراض با مصاحبه بسیار تند و تیز از سمت خودشون استعفا کردن و از اون باشگاه رفتن. به نوعی به نظر میرسه که وزارت ورزش خواسته که این چالش رو به شکلی مدیریت بکنه و حالا آقای انصاری فر رو به در واقع باشگاه پرسپولیس آوردن که خودشون به حال از پیشکسوتان این باشگاه هستن و بله. گفته شده که حالا قرار هستش که مشکلات بسیار بزرگ مالی که باشگاه پرسپولیس داره به حال یکی از مهمترین اولویت‌های انصاری فرد هست. باید ببینیم که با این مشکلات عظیم مالی چه خواهد کرد. ممنونم ازتون سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. بدون آن که آمریکا از تحریم‌ها دست بردارد و خط بکشه روی این مسیر غلطی که انتخاب کرده، ما شاهد هیچ تحول مثبتی نخواهیم بود. در پی مطرح شدن احتمال دیدار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، حسن روحانی میگوید دونالد ترامپ تحریم‌ها را لغو کند تا گفتگو کنیم. به دنبال استعفای ایرج عرب، محمد حسن انصاری فرد به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس انتخاب شد. در ادامه برنامه
سئول پایتخت کره جنوبی برای افرادی که بیش از 65 سال دارند دیسکو راه انداخت. نخست وزیر اسرائیل به حزب الله لبنان و همینطور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هشدار داده مراقب حرف‌ها و اعمالشان باشند. بنیامین نتانیاهو به حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفته بهتر است آرامشش را حفظ کند، زیرا او می‌داند که اسرائیل چطور می‌تواند از خود دفاع کند. آقای نصرالله دیروز گفته بود که حزب الله در حال آماده شدن برای پاسخ به حمله‌های اخیر اسرائیل است. ایران پوئلت بخزیت رخوه כדי להוציא התקפות טרור. ایران دارد در چندین جبهه تلاش میکند که حمله های مرگباری به دولت اسرائیل بکند. بخول דרך שתידרש. اسرائیل همچنان با همه شیوه های لازم از امنیتش دفاع میکند. כדי שאיראן תפסיק התקפות אלה. صحبت های بنیامین نتانیاهو بود نخست وزیر اسرائیل. رهبران احزاب مخالف در بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک گفتند از راه‌های قانونی از جمله تلاش برای دادن رأی عدم اعتماد به دولت جلوی خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا را می‌گیرند. نشست این سیاستمداران امروز به دعوت جرمی کوربین رهبر حزب کارگر برگزار شد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا وعده داده چه با توافق و چه بدون توافق این کشور را تا پایان ماه اکتبر یعنی دو ماه دیگر از اتحادیه اروپا خارج کند. یاسمین میزر سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد با ماست. خانم میزر یه راه حلایی رو مشخص کردن احزاب مخالف برای اینکه جلوی خروج بدون توافق رو بگیرن. شما چشم انداز این که این راه حل به نتیجه برسن رو چطور می‌بینید؟ این پیشنهادها دقیق مطرح نشده از طرف این رهبران احزاب و نمایندگان احزاب مختلف که امروز جمع شده بودن. میگن جزئیات رو نمیتونیم واردش بشیم، چرا که آقای جانسون اون موقع میتونه جلوی این حرکت رو بگیره، جلوگیری کنه از پیشرفت این حرکت. ولی آیا رأی لازم رو دارن؟ مثلا اگر بخوان قانونی تصویب کنن اینطور که خودشون گفتن که بخوان جلوی خروج بدون توافق بگیرن، یا اینکه بخوان رأی عدم اعتماد بدن به آقای جانسون؟ مشکلی که دارند اینه که اکثریت آقای جانسون در حال حاضر فقط یک رأیه، ولی تعدادی از اعضای حزب محافظه‌کار علیه او رأی، علیه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون معاهده رأی خواهند داد، و شاید 10 یا 12 نفر از اعضای حزب کارگر هم با آقای جانسون رأی خواهند داد. در نتیجه معادلات هر روز عوض میشه و خیلی سخت حساب کردن اینکه دقیقاً به چی دست پیدا میکنن. ولی پیداست که توافقی که امروز بهش به دست آوردن برای اینه که بتونن بخشایی از این اتحاد رو، بخشایی از این توافقی که کردن رو در پارلمان انگلیس جلو ببرن. از طرفی حزب محافظه‌کار، اون بخشش که طرفدار برگزیت هستن، مخصوصا خود آقای جانسون بارها گفته که اگر ما بخوایم خروج بدون توافق رو از روی میز برداریم دیگه در مذاکراتی که داریم هیچ دست بالایی نخواهیم داشت. و قبلا هم رأی‌گیری که کرده بودن در پارلمان اینکه جلوی خروج بدون توافق رو بگیرن رأی آورده بود، ولی الزام آور نبود. یعنی احتمالاً الان که آقای جانسون داره میگه که من هنوز به دنبال توافق هستم با اتحادیه اروپا و امیدوارم که توافق برسیم، شاید زیاد طرفداری نباشه برای اینکه رأی لازم داده بشه که همچین قانونی تصویب بشه. مشکلی که هست اینه که وقت زیادی نمونده، یعنی مهلتی که آقای جانسون و اتحادیه اروپا داره 31 اکتبر و باید در کمتر از 30 روز به چنین توافق برسن. رهبران اروپا خیلی مصرند برای اینکه توافقی صورت، تغییری در اونچه با خانم می توافق کردن تغییر چندانی نخواهند داد. ممکنه جزئیات رو حاضر باشن بس بکنن، و این همون جزئیه و همون طرحی است که تا حالا رأی نیاورده. احتمال رأی، عدم رأی اعتماد به آقای جانسون الان خیلی جدی شده و خود این فکر میکنم یه طرح جدیدیه، به نوعی میشه گفت که وارد یه مرحله جدیدتری داره میشیم راجع به این قضیه. ممنونم ازتون یاسمین میزر سردبیر نشریه کریتیک.
پلیس در کشمیر تحت کنترل هند میگوید شبه نظامیان دو نفر از ساکنان بومی منطقه پلواما را پس از روبودن به قتل رساندند. این نخستین حمله شورشیان تجزیه طلب از زمان لغو خودمختاری کشمیر تحت کنترل هند محسوب می‌شود. وضع محدودیت‌های سنگین در این منطقه زندگی روزمره مردم را مختل کرده. فروشگاه‌ها همچنان بسته هستند، اینترنت و سرویس‌های موبایل قطع شدند و سیستم حمل و نقل عمومی کار نمی‌کند. دولت برزیل پیشنهاد کمک 22 میلیون دلاری 7 کشور صنعتی را برای مهار آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌های آمازون رد کرده. سران گروه 7 در نشست اخیر خود این بودجه را برای مقابله با آتش‌سوزی‌ها اختصاص دادند. مقام‌های برزیل توضیحی برای رد کمک مالی ندادند. رئیس جمهوری برزیل پیشتر فرانسه را متهم کرده بود که با برزیل مثل یک مستعمره رفتار می‌کند. وزیر دفاع برزیل هم گفته آتش‌سوزی تحت کنترل است اگرچه وضعیت دشوار است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد آتش‌سوزی در آمازون همچنان در سطح بی‌سابقه ای ادامه دارد. راه اندازی یک دیسکوی روزانه برای افراد بالای 65 سال در سئول پایتخت کره جنوبی رو روح جدیدی بهش داده. جمعیت کره جنوبی به سرعت در حال پیر شدنه و به همین دلیل مقام‌های محلی برای اولین بار دست به چنین ابتکار عملی زدن تا با مشکل تنهایی و اختلال شناخت و حافظه در سالمندان مقابله کنند. نگاهی بکنیم به داخل این دیسکو. بعضی اولش که میان اینجا حتی نمیتونن راه برن، اما بعد از یه مدت میبینیم اساشون رو پرت میکنن اون ور رو شروع میکنن به دویدن. این مهمانی روزانه تنها برای افراد 65 سال به بالاست. اولین بار است که دولت محلی چنین برنامه تدارک میبیند. هدف آن مبارزه با تنهایی و وضع بد سلامت است. رقص‌های دیگه قوانین و ترتیب خودشونو دارن، اما ما هیچ قانونی نداریم و اعضا میتونن هر طور که دلشون میخواد برقصن. این کلوب برای من مثل دواست، چون وضع جسمیم و خوب و چهرم رو درخشان کرده. من کمردرد و پادرد دارم، اما وقتی آهنگ پخش میشه بدنم هم درش غرق میشه، همه یه دردام ناپدید میشه. بعد تا دو سه روز حالم خوبه، بی شوخی. حتی داروها و مکملام رو هم کنار گذاشتم. آماده خوشگذرونی هستید؟ فکر کنم آماده اید. این یه مهمونی بال ماسک است. تم امروز درخشش در تاریکیه. ما حلقه ها و سربند های درخشان تدارک دیدیم و افراد سال خورده میتونن هرچی خواستن بپوشن و برن برقصن. جمعیت کره جنوبی سریع‌تر از بقیه کشورهای توسعه یافته در حال پیر شدن است. اخیراً خیلی ها در تنهایی فوت کردند. وقتی افراد پیر در خونه تنها هستند، احساس خستگی میکنن و همش میخوابن و تونتون مریض میشن. اما وقتی میان اینجا دوست پیدا میکنن و اتفاقای خوب براشون میفته. قبل از اینکه بیام اینجا تنهایی توی خونه حوصله‌ام سر می‌رفت. از وقتی اینجا باز شده هر بار که اومدم کلی دوست پیدا کردم، هم مرد هم زن. تازه یک دوست دخترم پیدا کردم. جدی دوست دختر گرفتی؟ همچین جایی تو کل دنیا وجود نداره. امیدوارم همه جا گسترش پیدا کنه تا افراد مسن خوب و خوشحال بشن. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.